سلام بر پیشوای آزادی خواهان. سلام بر حسین. سلام به هشتگ سوژه خوش اومدین. از بهترین، باصفاترین، مقدسترین و پاکترین جای روی زمین، از شهر مقدس کربلا افتخار همراهی شما بینندگان محترم رو دارم. برنامه هشتگ سوژه برنامه‌ایه که به شما این فرصت رو میده نظرتون رو بیان کنید، صداتون رو به گوش میلیون‌ها بیننده تلویزیون امام حسین علیه السلام برسونید و در رابطه با موضوعی که مطرح میشه با دیگر بیننده‌های این رسانه گفتگو کنید. هیچ چیزی مثل نظرهای شما بیننده‌های محترم برای رشد این برنامه کمک نمی‌کنه و نظرهای مخالف و موافق شما بیننده‌ها برای ما محترمه. با شماره برنامه هشتگ سوژه تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد موضوع برنامه امروز بیان کنید. اما موضوعی که امروز میخوام در موردش با شما گفتگو کنم، اعدام جوانهای سیاسی بحرین ممنوع. بیننده های تلویزیون امام حسین علیه السلام، به کربلا خوش اومدید. بحرین حکم اعدام 3 جوان شیعه رو در این کشور اجرا کرد. این جوانان که در اعتراضهای مسالمت آمیز شرکت داشتند، به جرم ابراز نظر و عقیده و مطالبات مشروع و حقوق انسانی و شهروندی خود در ماه مارس 2014 میلادی بازداشت شدند. این فعالان مدنی بدون حق داشتن وکیل و حتی بدون تفهیم اتهام نزدیک به 3 سال زندانی بودند و متاسفانه با سکوت سوال برانگیز مجامع بین المللی و حمایت برخی کشورهای عربی و غربی مثل عربستان، امارات، انگلستان و آمریکا از بحرین 16 ژانویه سال 2017، یعنی 2 روز پیش، حکم اعدام با گلوله در حق این 3 جوان بحرینی اجرا شد. این اعدام‌های سیاسی در حالی صورت گرفته که بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل، بیشتر کشورها حکم اعدام را از قوانین خود حذف کرده اند. اما هنوز در 58 کشور جهان مجازات اعدام اعمال میشه. طبق آمار رسمی ارائه شده در سال گذشته میلادی، یعنی 2016، دست کم 1634 نفر در کشورهای مختلف اعدام شدند. ناگفته نماند، تنها کشورهای معدودی هستند که آمار صحیحی از اعدامهاشون رو ارائه میدن. با این حال، عفو بین الملل توانسته آمار اعدام تحت حمایت دولتها در سراسر جهان را در قالب یک فهرست جمع آوری کنه که متاسفانه در آن نام برخی کشورهای مسلمان نشین جزو 10 کشور اول با بالاترین تعداد اعدام قرار گرفته. 10 کشور چین، ایران، پاکستان، عربستان، آمریکا، عراق، سومالی، مصر، اندونزی و چاد به ترتیب در رتبه های اول تا 10 آمار اعدام تحت حمایت دولت ها قرار دارند. احکام اعدامی که اکثر اونها در حق مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، مردم بیگناه و بیدفاعی که فقط حقوق انسانی و شهروندی خود را
طبق اصول دموکراسی مطالبه می کنند توسط این حکومت ها و دولت ها صادر و اجرا شده که بعضن در ملأ عام بوده. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی مخالف اجرای احکام اعدام در سراسر جهان با ایجاد کمپین هایی ضمن انتقاد از سران این کشورها خواهان توقف این حکم، اون هم در جایی که اسلام مجوزی براش صادر نکرده شدند، مثل اعدام های سیاسی و سرکوب معترضین به واسطه اعدام. اما سوال هایی که در این برنامه از شما میپرسم، چرا برخی دولت ها اشد مجازات یعنی اعدام را برای مخالفین خود اجرا می کنند؟ به نظر شما آیا اعدام های سیاسی می تواند صدای اعتراض های مسالمت آمیز مردم را خاموش کند؟ و آخرین سوال، به نظر شما حوزه های علمیه، دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد چه نقشی در حمایت از حقوق معترضین و جلوگیری از اعدام این افراد می توانند داشته باشند؟ من مسعود بهنام هستم و تلویزیون امام حسین علیه السلام این فرصت رو به شما میده که با برنامه هشتگ سوژه تماس بگیرید از طریق تلفن یا واتساپ و نظرتون رو در مورد موضوع برنامه و سوالهایی که مطرح کردم بیان کنید. صدق الله العلی العظیم. دیدید تصاویر این سه جوان بحرینی رو، واقعا جوانی در سن 20 سال، 21 سال، 22 سال، این جوان به چه جرم و گناهی باید کشته بشه؟ این اقدام کشور بحرین دل میلیون ها انسان رو در سراسر دنیا جریحه دار کرده و قلب هر انسانی رو می سوزونه، که البته اولین بار نیست که کشور بحرین یا کشورهایی که حاکمیت دیکتاتوری دارن با معترضین خودشون اینطور معامله می کنند، سرکوب می کنند به واسطه اعدام. بحرین، شاید جالب باشه برای شما بیننده های عزیز و محترم که بدونید کشور بحرین چه پیشینه ای داره و چی شد که کشور بحرین از ایران جدا شد. بحرین هیچگاه تحت سلطه هیچ دولتی منطقه‌ای به غیر از ایران نبوده، به جز یک دوره کوتاه که استعمار پرتغال مدعی بحرین بود. مردم آنجا و حکام محلی همواره خود را تابع فارس می نامیدند و در دعاوی نیز به حکام فارس تظلم و دادخواهی می کردند. بحرین تا سال 1136 در تصرف صفویان و پس از شروع پادشاهی نادرشاه در اختیار افشاریان قرار گرفت. در سال 1160 هجری قمری شیخ احمد بن خلیفه که از عربستان به کویت مهاجرت کرده بود به بحرین حمله کرد و با شکست سربازان ایرانی بر آن حاکم شد. بر این اساس از اواخر قرن 12 هجری قمری تا کنون آل خلیفه با حمایت همه جانبه سیاسی و استعماری انگلیس درآمده است.
امپراتوری استعماری بریتانیا که به شاه عباس صفوی برای بیرون کردن پرتغالیان کمک کرده بود، از سال 1236 هجری قمری به بهانه مبارزه با دزدان دریایی و تحریم برد فروشی پایه حضور مستقل خود در خلیج فارس را استوار کرد و 148 سال پیش که از شیخ عیسی پادشاه بحرین طی عهدنامه امضا گرفت، هیچ دولتی غیر از بریتانیا در این کشور نماینده نداشته و بحرین عملا تحت الحمایه انگلستان شده. سرانجام کشور بحرین در 22 مرداد 1350 با فشار مستقیم انگلستان به محمد رضا پادشاه ایران اعلام استقلال نمود و با تأیید سازمان ملل به صورت رسمی از کشور ایران جدا شد. طبق آخرین برآورد در سال 2009 میلادی جمعیت کشور بحرین حدود 727 هزار نفر بوده که بالغ بر 230 هزار نفر اون، یعنی حدود 1/3 جمعیت این کشور رو شهروندان خارجی تشکیل میدن. علارغم اون که زبان رسمی کشور بحرین عربی هست، اما تاکنون بیش از 1/3 جمعیت این کشور که ایرانیان یا عجم نامیده میشن به زبان فارسی سخن میگن و بالغ بر 2/3 مردم این کشور، یعنی بیش از 70% مردم بحرین شیعه مذهب هستند. خیلی از بچه ها و نوجوان های بحرینی تا همین الان حتی به زبان عربی مسلط نیستند و زبانشون فارسی هست که در برنامه های تلویزیون امام حسین علیه السلام هم زیاد میبینید کلیپ ها و برنامه هایی که از بحرین، مجالس عزاداری که از بحرین پخش میشه و اگر به تیتراج پایانیش دقت نکنید که نام بحرین یا منامه یا شهرهای دیگه نوشته شده، شاید تصور کنید که این مجلس عزاداری یا این کلیپ مثلا متعلق به یکی از شهرهای کشور ایرانه، مثلا از تهرانه. یعنی مسلط به زبان فارسی هستن و حتی خیلی از اونها، مخصوصا جوانها و نوجوانهاشون، حتی قادر به عربی صحبت کردن نیستند. که این بلایی است که استعمار پیر انگلستان بر سر کشور بحرین آورد که یکی از شهرهای ایران بوده. اما چیزی که اخیراً با اون روبرو هستیم، در بسیاری از جوامع، مخصوصاً کشور بحرین یا عربستان یا کشورهای از این دست، در این چند سال اخیر اعدام‌های سیاسی و سرکوب گسترده معترضین هست. معترضینی که به هیچ وجه نه قصد شورش و آشوب داشتند و ندارند و نه عملاً این کار را انجام دادند. هیچگاه این معترضین دست به آشوب نزدند، دست به شورش نزدند. همه اینها معترضینی هستند که با تظاهرات مسالمت‌آمیز حقوق انسانی و شهروندی خودشون رو دارن از دولت مردان و حکامشون مطالبه میکنن که متاسفانه همیشه با سرکوب مواجه شدن و سرکوب مخصوصا با اعدام یکی از ترفندهای حکام دیکتاتوری هست که با مخالفین خودشون اینطور تعامل میکنن. مخالفت با سران یک حکومت و اختلاف نظرها در یک دولت یک مسئله طبیعیه و هیچ حکومتی در طول تاریخ نبوده که مخالف یا معارض نداشته باشه، حتی حکومت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله. بله، از اتاق فرمان تذکر میدن که تماس با کی داریم؟ آقای بله اطلاع میدن که تماس تلفنی وصل کردن با جناب آقای مصطفی اکوند از نیویورک، اگر درست گفته باشم.
درسته. آقای مصطفی اکوند که ساکن واشنگتن هستند ولی الان از نیویورک با ما هستند به دلیل جلسه‌ای که در سازمان ملل داشتند و الان با ایشون گفتگویی داریم. آقای مصطفی اکوند مدیر مؤسسه دفاع حقوق شیعیان هستند. شیعه رایتس واچ که در اخبار شیعیان جهان زیاد این نام به گوشتون خورده و آشنا هستید با سازمان شیعه رایتس واچ. اگر جناب آقای اکوند صدای من رو دارن خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام علیکم. سلام بر شما، وقتتون بخیر. همطور که در جریان هستید موضوع برنامه امروز هشتگ سوژه اعدام سیاسی هست که جوانان سیاسی بحرین سرکوب میشن با اعدام. و سوال اولی که من بدون مقدمه وقت شما رو نگیرم از شما میپرسم اینه که در این چند سالی که در بحرین این آشفتگی ها رو میبینیم و مردم حقوق شهروندی و انسانی خودشون رو دارن مطالبه میکنن و شهدای زیادی هم داده کشور بحرین، فعالیت‌های سازمان دفاع حقوق شیعیان شیعه رایتس واچ در این زمینه چه بوده؟ بله، ببینید مسئولیت شیعه رایتس واچ و دفاع از حقوق شیعیان، یکی از کارهایی که ما انجام میدیم اینه که یک رابطه صلحی باشیم بین مردم و دولت‌ها و در کنار اون بتونیم حق و حقوق شیعیان رو بگیریم. خب کشورهایی هستن مثل بحرین که بیشترین تعداد افراد رو دارن در کشور و کشورهای دیگه هستن که اقلیت هستن. حالا تو کشوری مثل بحرین متاسفانه این اکثریت شیعه نتونستن اون حق و حقوقی که دارن رو مطالبه بکنن. وظیفه ما این بوده که ما اون حق و حقوق رو بررسی بکنیم و اون رو با مؤسسات مختلف در میون بذاریم و بتونیم اون راه و اون کانکشن و اون واسطه‌ای باشیم بین مردم و بین حکومت که بتونیم نتیجه‌ای رو بگیریم که هم مردم راضی باشن هم دولت و بتونن مردم از حقوقشون استفاده بکنن و بتونن اون حق‌هایی که ضایع شده از اونها در کشور مثل کشوری مثل بحرین بتونن اونها رو تا حدودی که میتونن به دست بیارن. بله، تشکر میکنم از توضیحی که فرمودین. سوال بعدی من اینه که چرا با تمامی تلاش‌ها برای حل بحران بحرین دولت بحرین دست به اعدام این سه جوان بیگناه زد و آیا این اعدام‌ها مسیر بحرین رو تغییر میده یا نه؟ ببینید، یک چیزی رو که ما باید در تاریخ بحرین بررسی بکنیم و بدونیم اینه که این از سال 2010 این اولین اعدامی هست که برای زندانیان سیاسی در بحرین انجام شده و در از سال 1996 اولین بحرینی هایی هستن که به عنوان بحرینی در کشور بحرین این محکوم به اعدام میشن. دولت بحرین خب کشتار زیادی داشته، شکنجه زیادی داشته، اشخاص زیادی از سال 2011 شروع کردن کشته شدن به وسیله شکنجه، زیر شکنجه، اما به صورت اعدام و با گلوله این اولین باری بوده که این اتفاق می افتاده. متاسفانه دولت بحرین نمیخواد هیچ راهی رو برای صلح و برای گفتگو با مردم بحرین باز بذاره. بارها شده که دولت بحرین در جامعه بین الملل و در مؤسسات مختلف در کشورهای مختلف اعلام کرده که دولت بحرین دولت صلح‌آمیزی هست و تمام سعیش رو میکنه که مردم رو راضی نگه بداره و اون حقوق مردم رو بهشون بده. خب این روندی که الان دولت بحرین پیش برد در آغاز سال 2017 این نشون میده که دولت بحرین هیچ راهی و هیچ مسیری رو برای گفتگو باز نمیذاره و دوست داره که مردم به طرف خشونت برن. خوشبختانه یک موضوعی رو که مردم بحرین خیلی روش تأکید دارن و مراجع مختلف مثل حضرت آیت الله شیرازی و آقای سیستانی و غیره
اینها روی اون تأکید بسیار دارن این هست که مردم بحرین مردم صلح‌جویی باشن، عنوان اون مسیج و اون راهبرد آقا امیرالمومنین و اهل بیت رو پیش ببرن و به وسیله صلحشون حقشون رو بگیرن. این الان مردم یک ناآرامی خاصی توی وجودشون هست، یک ناآرامی خاصی الان جذب بحرین هست، اما خوشبختانه باز با این حال مردم سعی کردن آرامش خودشون رو و کنترل خودشون رو به دست داشته باشن و ببینن باز چه راههایی رو میتونن جلو ببرن و در همان زمان هم بتونن با کشورهای مختلف گفتگو بکنن و نشون بدن که دولت بحرین دولت نیست که بخواد صلح‌جویی داشته باشه، دولتی نیست که بخواد مردم رو راضی بکنه و تمام هدفش این هست که سرکوب بکنه این انقلاب یا این حرکتی رو که از روز اول درخواستش حق و حقوق یک مواطن بحرینی بوده و حق و گرفتن و آزاد بودن برای ساختن مساجد، آزاد بودن برای داشتن مدرسه، آزاد بودن برای داشتن بیمارستانی که بتونه بدون اینکه جدا بکنه بین شیعه سنی و غیر شیعه و مسیحی بتونن شیعیان هم مثل بقیه توی کشور آرامش خودشون رو داشته باشن و استفاده بکنن از تمام امکاناتی که خود شیعیان جز به این ساختن این کشور بودن و تونستن این کشور رو به این روزی که الان هست در بیارن. درود بر شما، تشکر میکنم از آقای مصطفی اکون، مدیر مسئول مؤسسه دفاع از حقوق شیعیان و کارشناس اقلیت‌های مذهبی و حل بحران‌ها که همکنون از نیویورک و محل جلسه سازمان ملل با ما بودن. متشکرم. خدا نگهدارتون. از این فرصت استفاده میکنم و سری میزنم به اینستاگرام برنامه هشتگ سوژه و کامنت هایی که شما بیننده های محترم نوشتید. بیننده ای با شناسه شین نوشتن، حالا سوالی که مطرح کرده بودیم و بد نیست که اینجا تکرار کنم، که سوال ما این بوده که به نظر شما اعدام‌های سیاسی می‌تواند صدای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم را خاموش کند؟ این کاربر محترم نوشتن نه تنها خاموش نمی‌کنه، بلکه تنفر و انزجار مردم نسبت به حاکمان دیکتاتور بیشتر از قبل میشه. بله در ادامه ایشون بله همون هستن، در ادامه نوشتن کشورهایی مثل عربستان، بحرین، ایران و غیره که اسم حکومت اسلامی روشونه و زندانهاشون پر از زندانی سیاسیه، آمار اعدامهای سیاسیشون هم فقط خدا میدونه. این چه اسلامیه؟ خدا لعنتشون کنه که تحمل شنیدن صدای مخالف رو ندارن و با این نوع سرکوب مخالف فقط مردم رو نسبت به دین اسلام بدبین میکنن. نظرشون رو نوشتن ایشون. کاربر دیگه‌ای با شناسه بهزاد، حالا چیزهایی که مناسب نباشه رو من نمیخونم کلماتش رو، نوشتن چرا دزدها رو اعدام نمیکنن، اونم میلیاردی. نظرشون رو نوشتن همینطور که میبینید در کامنت های اینستاگرام برنامه هشتگ سوژه. و بله حالا برم یه سریم به واتساپ برنامه میزنم که شمارش خاطرتون هست 20964-309-6135. بله واتساپ برنامه یه هشتگ سوژه، پیام هایی که شما الان آنلاین هم داره برامون میرسه. کاربری نوشتن نه اعدام سیاسی، فقط فرار از دست مردم صلح‌خواه است. در جواب سوالمون نوشتن نه اعدام سیاسی، فقط فرار از دست
مردم صلح خواه هست. تشکر از بیننده هایی که میبینید اگر در تصویر نشون بدن، پیام ها آنلاین داره برای ما ارسال میشه. بله، بیننده دیگه ای نوشتن آقا به خدا این حکم اسلام نیست، اسلام اینو نمیگه و صدای اعتراض مردم هیچ وقت خاموش نمیشه. کاربر دیگه ای نوشتن بله میتواند صدای مردم را خاموش کند، بسته به موقعیت زمان و مکان و شرایط جامعه و حکومت دارد. مگر چین در میدان تیانانمن چه کرد؟ با جوامع دیکتاتوری، البته اگر صبر و تحمل مردم به آخر رسیده باشد، قضیه خیلی فرق می‌کند. سیاست‌های کشورهای قدرتمند هم رکن دیگری است و مهمتر حکمت الهی. بله، در واتساپ پیام‌ها خیلی زیاده و آنلاین هم الان داره ارسال میشه که من سعی می‌کنم گزینش کنم، هم پیام‌هایی که قبل برامون رسیده و هم پیام های آنلاین رو بخونم. کاربر دیگه ای نوشتن نه نمی شود خاموش کرد، بلکه زیاد می شود. خونخواهی بلاحق ریختن خون مردم، این حکام ظالم باید جواب بدهند. این کار که کردن فقط قبر خود را کنده اند. هیچ خونی بناحق ریخته شده بدون جواب نخواهد بود. مرگ بر حمد و آل سعود. تشکر میکنم از بیننده های محترمی که نمیدونم تصویر واتساپ برنامه رو نشون دادن به شما یا نه. پیام ها زیاد هست و پیام های آنلاین هم زیاد برای برنامه ارسال میشه. اگر در طول برنامه فرصت کنم باز هم انشالله سر میزنم به واتساپ یا تلگرام برنامه و پیام های شما، مخصوصا پیام های آنلاینی که الان داره ارسال میشه رو میخونم. خب الان اطلاع دادن که با هم میریم آیتم سوژه گراف رو میبینیم. در سال گذشته میلادی یعنی سال 2016 دست کم 1634 نفر در کشورهای مختلف اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده بیشتر کشورهای جهان حکم اعدام رو از قوانین خودشون حذف کردند، اما این حکم در 58 کشور جهان که برخی از اونها کشورهای اسلامی هستند اعمال میشه. صرف نظر از اینکه حذف اعدام به عنوان یک مجازات از قوانین یک کشور صحیحه یا نه، باید گفت که از نظر اسلام این کیفر متوقف بر شرایط خاص و برای جرایم خیلی خاصه که قطعاً پرونده های سیاسی رو در بر نمیگیره. اما متاسفانه امروز شاهد اون هستیم که در حکومت های اسلامی این مجازات برای فعالان سیاسی و مخالفان حاکمیت در نظر گرفته شده و اعمال میشه. همونطور که سه جوان شیعه بحرینی در 16 ژانویه 2017 توسط حکومت این کشور اعدام شدند و یا قبل از اون در 25 اکتبر 2015 عربستان آیت الله النمر رو اعدام کرد. سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در زمینه حذف اعدام فعالیت کردند و می‌کنند و روز 10 اکتبر رو به عنوان روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام نامگذاری کردند. فعالان در این زمینه اعتقاد دارند افزایش اعدام‌ها هیچ تأثیری در کاهش آمار جرم و جنایت نداشته و این حکم نمی‌تونه همه جا عامل بازدارنده به حساب بیاد. اسلام با اینکه قصاص رو در شرایط خاصی صحیح می‌دونه، اما همونجا هم عفو و بخشش رو بر اعدام مجرم ارجح شمرده. اما در مورد اعدام‌های سیاسی که در کشورهایی مثل عربستان و بحرین و به نام اسلام انجام میشه، باید گفت در طول تاریخ بهترین و برترین حکومت‌ها هم مخالفانی داشته و حتی حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله هم از این قاعده مستثنا نبوده و شیوه تعامل پیامبر با این مخالفان بهترین سرمشق برای سران حکومت‌ها مخصوصاً حکومت‌های اسلامیه.
جاسوسان، معارضان و فعالان سیاسی مخالف پیامبر اسلام در زمان ایشون از هر فرصتی برای ضربه زدن به اسلام و مسلمونا و حتی شخص پیامبر استفاده می کردن و ضربات اساسی به مسلمین وارد کرده و یا باعث جنگ هایی هم شدن. اما پیامبر رحمت با این که از فعالیت های اونها اطلاع داشت و قدرت و توانایی اعدام اونها را هم داشت، این کار را انجام نداد. همین سیره و روش رو میتونیم در زمان حکومت حضرت امیرالمومنین علیه السلام مشاهده کنیم و تاریخ گواه این مطلبه که در زمان این بزرگواران هیچ کسی به جرم سیاسی اعدام نشد. به امید روزی که با ظهور حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، جهان بار دیگه شاهد حکومتی سراسر عدل و داد و مهربانی باشه. بیننده های محترم تلویزیون امام حسین علیه السلام، خصوصا بیننده هایی که از راه اینترنت، از راه اپلیکیشن تلویزیون امام حسین، یوتیوب شبکه امام حسین یا فیسبوک لایو و آنلاین برنامه هشتگ سوژه رو مشاهده میکنید، خدمت شما سلام عرض میکنم و میگم به کربلا خوش اومدید. از بزرگترین مخالفان یا بهتر بگم منافقان زمان پیامبر میشه به عبدالله ابن ابی اشاره کرد که به ظاهر اسلام آورده بود اما از هر فرصتی برای ضربه زدن به مسلمان‌ها و شخص پیامبر استفاده می‌کرد. حتی با مشرکان مکه در ارتباط بود و نقش بسیار مهمی هم در تحریک یهودیان مدینه در شکستن پیمان با مسلمان‌ها داشت که این شخص باعث فتنه و جنگ‌های زیادی بود. اما می‌بینیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از همه فعالیت‌های این شخص و این منافق و دیگر منافقین در صدر اسلام با اینکه اطلاع و آگاهی داشتند و قدرت و توانایی اعدام اونها رو هم داشتند و به انواع مختلف میتونستن سرکوبشون کنن، پیامبر خدا هرگز دست به این کار نزدن. یا قضیه دیگه، در فتح مکه، در تاریخ بخونید، خوندید حتما اطلاع دارید، میبینیم که پیامبر اسلام در اوج قدرت و اوج حکومت اسلامی به جای اینکه از سران فتنه و مشرکان مکه انتقام بگیرن و اونها رو اعدام کنن، همونطور که در اون زمان هم رایج بود این مسئله بین مشرکین و کفار و امروزه هم رایجه، اما پیامبر خدا عفو عام صادر کردند و همه مخالفین خودشون رو بخشیدند. در تاریخ 3 مه 1395 یک روزنامه نگار مسیحی از کشور بلژیک در شهر مقدس قم با حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دیدار کرد. نکاتی در گفتگویی که بین این روزنامه نگار مسیحی از کشور بلژیک با مرجع عالی قدر رد و بدل شد، نکات بسیار زیبا و ارزنده‌ای هست که چند موردش رو خدمت شما عرض میکنم. یکی از این نکات اینه که مرجع عالی قدر خطاب به این روزنامه نگار مسیحی فرمودند تنها خط قرمز حکومت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام شمشیر کشیدن بر ضد مردم بود. در تمام دورانها، در زمان پیامبر خدا، زمان امیرالمؤمنین و حکومت‌های مختلف، همیشه مخالف وجود داشته، همیشه کسی بوده یا گروه ها و افرادی بودن که نظرشون با نظر حاکمیت یکی نبوده، اختلاف نظر وجود داشته یا اختلاف عقیده و رأی، اما فقط و فقط در حکومت پیامبر خدا و امیرالمؤمنین هست که میبینیم آزادی بیان به صورت مطلق رعایت شده و نه تنها اجازه تظاهرات میدادن به مخالفینشون و کسانی که ضد شخص پیامبر یا امیرالمؤمنین اقدام هایی داشتن،
بلکه پس از تظاهرات هم هیچ گونه، یعنی هم آزادی بیان بوده و هم آزادی پس از بیان. نکته مهم و جالبش اینجاست که متاسفانه امروزه در کشورهای مختلف، مخصوصا کشورهای مسلمان نشین، هیچ یک از این نشانه ها دیده نمیشه. در دو دهه اخیر کشورهایی مثل ترکیه، آذربایجان، قرقیزستان، بوسنی و هرزگوین، آلبانی، ترکمنستان و سنگال مجازات اعدام رو لغو کردند و کشورهایی مثل الجزایر، مراکش و تونس عملاً این مجازات را تعلیق کردند. نه تنها اسلام که عفو و بخشش را بر اعدام مجرم ارجح شمرده، بلکه تجربه کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کردند ثابت کرده که افزایش یا کاهش میزان بزهکاری در جامعه ارتباطی با اجرای مجازات اعدام ندارد. برای نمونه در کانادا که مجازات اعدام در سال 1976 میلادی لغو شد، از سال 1975 تا سال 2003 میلادی میزان قتل 44% کاهش یافته. بعضی از حکام و دیکتاتورهایی که در کشور خودشون متوسل به سرکوب معترضان میشن و اونها رو اعدام میکنن، حجتشون و بیانشون اینه که ما قصد کم کردن آمار بزهکاری در جامعه رو داریم، ولی تجربه نشون داده که عفو و بخشش و طبق احکام اسلام عمل کردن بزهکاری رو پایین میاره، نه اعدام و سرکوب مخالفین. کانادا کشور اسلامی نیست، ولی مجازات اعدام رو از وقتی که حذف کرده، طبق آماری که منتشر شده، میزان قتل 44% در کشور کانادا کمتر شده. این که امروزه میبینیم متاسفانه در بعضی کشورها که نام اسلامی رو هم یدک میکشن، یا بهتر بگیم کشورهای مسلمان نشین، در یک روز ممکنه چندین یا ده ها نفر اعدام بشن، از نظر احکام اسلامی اصلا صحیح نیست. مثلا نمونه های زیادی شما دیدید. کشور عربستان سال گذشته چه کرد با مجتهدی که آیت الله شیخ نمر بود و تمام محافل بین المللی و مردم، سازمان های مردم نهاد زیاد اعتراض کردند به حکم اعدام ایشون، ولی عربستان چه کرد؟ دیکتاتورها متاسفانه چطور عمل میکنن؟ این احکام از نظر اسلام صحیح نیست، اعدام کردن معترضین، چرا که اسلام حکم اعدام رو در بعضی موارد بسیار انگشت شمار و موارد خاصی هست که حکم اعدام در اسلام اومده و وارد شده، نه در حق به کسانی که ممکنه اصلا جرمی مرتکب نشده باشن و دلیل اعدامشون فقط اختلاف نظر با سران حکومت‌ها بوده یا مطالبات مشروعی داشتن یا ابراز نظر و عقیده کردن یا به قولی بیان نظر و دیدگاه سیاسی داشتن. تا این حد آزادی بیان در برخی از کشورها نیست که انسان‌هایی که نظر سیاسی خودشون رو یا نظر اعتقادی خودشون رو بیان میکنن یا به زندان میافتن یا اعدام میشن. همینطور که این سه جوان بحرینی که از مخالفان سیاستهای ناعادلانه حکومت بودن، در 16 ژانویه 2017، یعنی همین دو روز پیش، متاسفانه بدون تفهیم اتهام و یا حق داشتن وکیل اعدام شدن. برنامه هشتگ سوژه رو در تلویزیون مشاهده میکنید. 20964-770-309-6135 از طریق تلفن و واتساب میتونید تماس بگیرید. اینستاگرام برنامه هم هست، @سوژه، که پیام های شما خونده میشه و کامنت هاتون خونده میشه. و
بله یه سری بزنم به اینستاگرام شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، امام حسین تی وی وان. اینجا کاربری نوشتن که این دیکتاتورهای منطقه اگه راست میگن حکومت‌هاشون اسلامیه، چرا مثل پیغمبر عمل نمی‌کنن؟ چرا زندان‌هاشون پر از زندانی سیاسیه؟ چرا اجازه اعتراض به مخالفینشون نمیدن؟ چرا صدای مردم رو تو نطفه خفه میکنن؟ کجای دنیا جواب اعتراض مسالمت آمیز اعدامه؟ چرا در عربستان و ایران و بحرین آزادی بیان نیست؟ اینه معنای حکومت اسلامی؟ کاربر دیگه هم نوشتن لعنت بر آل سعود و آل خلیفه. واقعا انسان با دیدن این تصاویر، این جوانان بیگناه، دلش به درد میاد. جوانهایی که حدود سن 20 سال 22 سال دارن و یکیشون 19 سال ظاهرن سن داشته، به چه گناهی اعدام شد، گلوله باران شد. واقعا انسان از دیدن این تصاویر دلش به درد میاد. بسیار تأسف برانگیزه. جوانهایی با این چهره های معصوم چه مصیبتی به خانواده های ایشون وارد شد و چه مصیبتی به جامعه و پیکره تشیع وارد شده. و نمیدونم واقعا چی میتونه باشه معنای سکوتی که اکثر محافل بین المللی و سازمان های بین المللی راجع به این اعدام ها دارن، حتی محافلی که به ظاهر مدافع حقوق بشر هم خودشون رو جلوه میدن، ولی متاسفانه در این گونه موارد که این جوانهای فعال سیاسی، جوانهای فعال مدنی بدون هیچ جرم و گناهی یا تفهیم اتهامی اینطور گلوله باران میشن و اعدام میشن، سکوت کردن و حرفی نمیزنن، حتی در حد محکوم نمودن هم صحبتی و بیانیه ای از اونها صادر نمیشه. آقای امیر حسین از قم با ما هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام آجا، خوب هستید؟ حال شما خوبه؟ سلام بر شما. سوال من از شما اینه که به نظر شما این اعدام های سیاسی میتونه صدای اعتراض های مسالمت آمیز مردم رو خاموش کنه؟ سلام علیکم آجا، خسته نباشید. سلام بر شما. صدای من رو دارید؟ بله بله. سوال رو تکرار میکنم، به نظر شما آیا اعدام‌های سیاسی میتونه صدای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم رو خاموش کنه؟ نه بله آقا، نمیتونه. یک جریل میتونه ظلم کنه. الان با حساب پادشاهای عربستان، بحرین، خدا نعلتش کنه، چی بلاهای سر جوانای 22 ساله 18 ساله آوردن و چی قرار بحرین کشته، چی یمن کشته دادن، خدا یارا نعلتش کنند. لعنت خدا بر وهابی ها. خب آقای امیر حسین، به نظرتون حوزه های علمیه، دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد چه نقشی در حمایت از حقوق معترضین میتونن داشته باشن و چه نقشی در جلوگیری از اعدام این گونه فعال ها و جوان ها میتونن داشته باشن؟ صدای من رو دارید؟ بله بله بله. نظر من اینه که حقوق مردم جان با حق خونی حقش گفت پایوار نمیشه. چون که در دوره معاویه خدا نهلت کنه یزید که در دوره خلیفه نهلت کرد امام حسین به شهادت رسید رسانده بود، تا امروز به حساب تبریز و کجا نهلتی چیز و کجا افتیالان امام حسین نمیگرد در سال چقدر زاهی داره به حساب به ایش گفت خونی حقش گفت پایمال نمیشه. تشکر میکنم از آقای امیر حسین که از شهر مقدس قم، از جوار حرم و بارگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با ما بودن و
نظرشون رو بیان کردن. در صحبت‌های قبلی اشاره کردم که تماس واتساپ قطع شد. اشاره کردم که در حکومت امیرالمؤمنین و پیامبر خدا هیچ گونه اعدام یا زندان سیاسی وجود نداشته. بله، نمونه های زیادی هست. یکی دو نمونش رو عرض کردم از برخورد پیامبر خدا با عبدالله ابن ابی یا رفتار پیامبر خدا در جریان فتح مکه یا جریان های مختلف و زیادی که مطالب زیادی در این باره در تاریخ ثبت شده که متاسفانه وقت برنامه‌مون کم هست و به همه اینها نمیتونیم اشاره کنیم. مخصوصا در مورد حکومت هایی که مسلمان نشین هستند و با معترضین و مخالفین خودشون متاسفانه فقط با روش سرکوب و اعدام و زندان برخورد میکنن. بله، تماس داریم؟ خب در این دقایق پایانی تماس واتساپ هم ظاهرا نت ضعیف هست و وصل نمیشه. در این دقایق پایانی من اشاره کنم به یکی دیگر از دیدارهایی که مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی داشتند. در مطلب قبلی که عرض کردم، روزنامه نگار مسیحی از کشور بلژیک در شهر مقدس قم با مرجع عالی قدر دیدار داشت و الان در مورد دیدار شیخ مشیر مصطفی الکلالی که در تاریخ 22 تیر ماه سال 95 از شیوخ اهل تسنن و رئیس انجمن گفتمان بین المللی استان اربیل عراق در شهر مقدس قم با مرجع عالی قدر دیدار داشت. به این دیدار میخوام اشاره کنم. نکات مهمی در این دیدار، مرجع عالی قدر خطاب به این شیخ اهل تسنن فرمودند. بله، من اشاره میکنم به این مطلب. مرجع عالی قدر در این دیدار به نکات مهمی اشاره کردند. اگر نقاط قوت منحصر به فرد و درخشان حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله را نه تنها به مسلمانان بلکه به جهانیان برسانید، مردم گروه گروه به اسلام اصیل و حقیقی رسول خدا صلی الله علیه و آله خواهند گروید. علی‌رغم تمام مشکلات داخلی در مدینه منوره و مشکلاتی که خارج از مدینه و از سوی مشرکان و ده‌ها جنگی که بر آن حضرت تحمیل می‌شد، در تاریخ رسول خدا صلی الله علیه و آله حتی یک مورد اعدام و کشتن سیاسی وجود نداشته و این چیزی است که جامعه بشری از آن بی‌خبر است. آیه حسین از کانادا با ما هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و تمامی همکاران محترمتون در کانال جهانی امام حسین و کلیه بینندگان محترم. ممنونم از شما. جناب آقای حسین، سوال من از شما اینه که به نظر شما حوزه های علمیه، دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد چه نقشی در حمایت از حقوق معترضین و جلوگیری از اعدام این جوانان و این افراد بیگناه میتونن داشته باشن؟ خدمت شما عرض کنم که دور دانشگاه ها، اساتید دانشگاه، حوزه های علمیه، مؤسسات اجتماعی در این جریانات خیلی مهمه و میتونه خیلی فعال هم باشه. متاسفانه کشور بحرین قوه تنفیذیه، قوه قضاییه و غیره دچار فساد خیلی بزرگی هستن. مثلا بنده در یکی از رپورت هایی که چند روز پیش خوندم دیدم که
یکی از این شهدایی که تازگی اعدام شدن در روز حادثه‌ای که به انجامش متهم بودن، این شخص سر کار بوده و حتی رئیسش مسئول شغلش یک نامه و یه بیانیه نوشته بود و گفته بود که این فرد در اون روز و در اون ساعت در سر کار بوده. بنابراین درسته. حتی نظام قضایی هم این امور هیچ توجهی نداره، در حالی اینکه نظام قضایی باید کاملا مستقل باشه. بنده بنابراین دارم که به کلیه برادران شیعه را چه میخوان در از جمله اساتید دانشگاه، از جمله طلبه‌های علم و حوزه‌های علمیه، اینا میگن که هر کار کوچکی، حالا چه میخواد مقاله نوشتن باشه، چه میخواد کتاب نوشتن باشه، تظاهرات باشه، ظهور در برنامه‌های مثلا گفتگو باشه، میتونه کمکی باشه برای ملت بحرین و رسوندن مظلومیت این ملت به کل دنیا. چون الان کل دنیا بنابر مصالح سیاسی و مصالح اقتصادی داره اداری میشه متاسفانه. درود بر شما آقای حسین، تشکر میکنم از نظرتون و همراهیتون با برنامه هشتگ سوژه و عذرخواهی میکنم که وقت برنامه رو به اتمام هست و بیش از این نمیتونیم از نظرتون استفاده کنیم. تشکر میکنم از شما بیننده های محترم برنامه هشتگ سوژه. فراموش نکنید 15 دقیقه به تایم برنامه اضافه شده، ساعت 19:15 به وقت ایران روزهای فرد با شما هستیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.